صدای چیزی شبیه به یک صدا در آغوش خزان به گوش می رسد. از نفسی آرام می آید تا به مقصدی آرام برسد. آیا آرامشش پیداست؟ و یا اینکه نبودنش سبب آرامش اوست؟ کجاست؟ آیا در میان خزان؟ یا در میانه دلتنگی ها؟ باید او را جست. شاید از عهده هر کسی بر نیاد و در توانایی هر کسی نباشه. به نیکی از دیگران یاد می‌کردم. هنرمند همیشه باید همراه مردمش باشه. رمز ماندگاری ایشون همون با مردم بودن باشه.
ندارم که تا وقتی که ما زنده هستیم نام، یاد و خاطر استاد محمد رضا شجریان در خاطر ما هست، در ذهن ما هست و در وجود ما ساری و جاریه. زیبایی هنر زیبایی آفرینه، زیبایی عشق آفرینه، عشق برکشنده انسان به سوی برتری های انسانی، عشق قدسد و فریاد. مدیر کارگاه میاد به استاد میگن که ماجرا اینه، یک دختر خانومی گریه کنان و با اشتیاق بسیار فراوان میخوان شما رو ببینن. که خب وارد کلاس شدن و استاد بلند شدن به احترام ایشون و ما هم به احترام ایشون و استاد بلند شدیم. شاید 45 دقیقه از در واقع زمان کلاس به این موضوع اختصاص پیدا کرد و حتی دقیقا به یاد دارم که استاد از چند نفر از ماها در واقع به ما دستور دادن که بخونید. میخوام این نکته رو بگم که نگاهش نسبت به افراد جامعه، نگاهش نسبت به مردمی که دور و برش بودن، یک نگاه بسیار محترمانه، یک نگاه بسیار مهربانانه و نه از دید بالا بلکه همتراز خودشون، بلکه از زاویه خود مردم و هم موج با مردم بود. ای ساکن جان من، ای ساکن جان من، آخر تو کجا رفتی؟ آخر تو کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟ آدم در سنین مختلف موسیقی مختلف رو نیاز داره که گوش کنه. اینه که یه موسیقی سنتی نمیشه برای همه زمانها و همه سنها اون رو آدم تجهیز بکنه. پر کن پیاله را کین آب آتشی دریای آتش است که ریزم به کام خیش، گرداب می رو باید و آب نمی برد. Go!
سام صدای تو. غرور شخصی ما فدا میکنم برای غرور ملی و برای غرور فرهنگی، چون فرهنگ مال ملت همه، ملت هم غرور منه، ملت هم کهنه. حال ما رو از حال خودت غافل مکن، تاریخ تو در عقربه های زمان جای ماند، اما ربنای تو لبریز از زمان و سوار بر بالهای مرغ سحر تعهدی بزرگ آفرید که بگوید تو همواره صدای طبیعت خواهی بود و روزی دوباره کنسرت طبیعت برپا خواهی کرد.